questions. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. ملحدین به بعضی از آیات قرآن ایراد میگیرند و امروز من یک صحبت های یک ملحد پخش میکنم در مورد اینکه قرآن فرموده هر چیز رو ما جفت آفریدیم، هر چیز رو جفت آفریدیم، در اون مورد ایراد میگیره که چنین چیزی درست نیست. و شما ببینید که در این آیه چه معجزه بزرگی هست، بلکه چند معجزه است. اول حرفای ملحد بشنویم که میگه من سابقا مسلمان بودم، به انگلیسی است ولی زیرنویس داره، ببینید. That idea. There are major logical and scientific issues in the Quran that claims to be the unquestionable, unchangeable, perfect word of an almighty God, Allah. When you are a Muslim, as I used to be, you learn that Islam is perfect and that the Quran is superior to everything. Any idea, any observation, any evidence. Therefore, when the Quran contradicts obviously with something very clear that we observe, people who believe in this religion go on and either reject commonly accepted evidence, or they suddenly change their interpretations of the Quran and imply that... میگه که قرآن اشتباهات زیادی داره و اگه ما اشتباهاتش کشف کنیم که خیلی واضح هست، میگه پیروان قرآن معتقد هستن که دیدی معنیشو، من خلاصش میگم، که معتقد معنیش عوض میکنن، میگه ولی چنین چیزی ناممکنه چون قرآن خیلی واضح و ساده است. مثلا الان این آیه که میگه هر چیز رو جفت آفریدیم، هیچ جور نمیشه عوضش کرد، متوجه هستید؟ حالا ببینیم دنباله حرفش که به کدوم آیه ایراد میگیره. آیه رو که معلومه، خب ببینیم حرفاش بشنویم. Quran knew all of these newfound facts 1400 years ago. And somehow Allah gave the infidels the chance to discover all of these things. Let me go on and show you a lot of things that are either completely false or just weird in the Quran. Muslims pass around this one thing so often, that Allah created every living thing in pairs. And I also want to combine this with my second point, that every living thing, every animal, anything that lives, creates communities. We know by now in the 21st century that that is absolutely not true. There are enough living beings, enough animals, that don't come in pairs, and that also don't live in societies. Many animals completely produce, reproduce by themselves. So the Quran is wrong here. But how would the author of the Quran know that? The author of the Quran also says that... خب، میگه که آیه اید از قرآن است که البته خدا آیه رو بالا نوشته بود که ما هر چیز رو جفت آفریدیم. اول آیه رو ببینیم. در سوره زاریات هست. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون. از هر چیز ما جفت آفریدیم، هر چیز باشد که شما پند بگیرید. ببینید در آیه پایین، در آیه دیگه که من براتون آوردم، خداوند میفرماد قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. بگو خدا هر چیز رو آفریده. حالا اینجا سوال این است که خدا نگفت، نفرموده فقط موجودات زنده، فرموده هر چی هست رو ما جفت آفریدیم. خب این یک اعجاز بیانی قرآن استش. البته سابقا خب مردم دیگه تصور نداشتن، اون موقع هم که میدونستن سنگ هم جفت نداره، مثلا این میزی که ما روش نشستیم جفت که نداره دیگه، معذرت میخوام، باد هم که جفت نداره، آتش هم که جفت نداره، هیچ این جفت نیست که، مردم دیگه این سنگی که دیگه میدونستن که جفت نداره. خب پس چرا قرآن میفرماد کل شی؟ خب مسلمانای سابق یا کسایی که قرآن سابق میخوندن، خب از این فهمیدن که آقا موجود، منظور قرآن موجود زنده است. تا اینکه میکروسکوپ کشف شد و با میکروسکوپ فهمیدن که کرم آقا موجود زنده است، ولی چی داره؟ عرض به حضور شما که خودش دوباره نصف میشه و مثلا دوتا درست میشه، درسته؟ این خودش نصف میشه، اصلا جفت نداره، خودش نصف میشه، دوتا میشه. خب البته بذارید قبل از اینکه من بگم که اعجاز در کجاست، اعجاز که امروز ما میبینیم، ما
ببینیم در همین سوره زاریات دو آیه دیگه هست بالاتر از این. من که اون دو آیه رو دیدم گفتم حتما باید در این آیه یک معجزه بزرگی باشه و یکم با من صبر کنید تا متوجه بشید. آیه 47 که یک معجزه عظیم قرآن داره، من نمیخوام توضیح بدم چون قبلا توضیح دادم. و سما بنیناها بعیدن و انا لموسعون، آسمان ها رو 47، آسمان ها رو ما با قدرت خود ساختیم و داریم اینو گسترش میدیم. امروز هر کس میدونه که آسمان در حال گسترشه و این رو قرآن 1400 سال پیش گفته بود. این آیه 47 اینجا ملحدین یک بدهکاری حضور به ما دارن که ما آسمان در حال گسترش، الان هم چون ما میدونیم الان هم آسمان در حال گسترشه. آیه 48 هم یک معجزه دیگه قرآنه. چیه؟ والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین رو فرش کردیم گستراندیم و ما چقدر خوب میگسترانیم. این هم یک معجزه است، چون شما وقتی زمین رو با کرات دیگه مقایسه کنی میفهمی که زمین چقدر همواره. مثلا برو مشتری گازه چجوری میده تو، نمیتونی بگردی، متوجه هستی؟ یا مریخ نزدیک ماست، مریخ نزدیک ماست. الان شما کوههای اورستی که میبینید مثلا 8000 اندی بلندی داره، اینو گفتم یه دفعه براتون توضیح دادم، هواپیما از بالاش رد نمیشه. میدونید نگاه کنید نقشه هواپیما رو، اونجا کم رد میشه، درد سره هواپیما. یعنی یه جای زمین که اینقدر بلندی داره اینقدر درد سره بر رفت آمد. حالا فکر کنید که اگر این بلندی سه برابر میبود، این در مریخ هست، یعنی مریخ هموار نیست. نگاه کنید مریخ هموار نیست. کوه اولمپوس، اینم در قبلا براتون گفتم، در انگلیس در چیز در کره مریخ، ببینید که چقدر بلندی داره. این سه برابر کوه اورسته و چون که کوه کره مریخ خودش نصف کره زمینه، یعنی این 48 کیلومتره، یعنی یا 56 کیلومتره. فکر کنید 56 کیلومتر، یعنی از هواپیما در 10000 متری پرواز میکنه، 10 کیلومتری. این شش برابر که هواپیما پرواز کنه بالاتر، یعنی هواپیما نمیتونست از بالاش رد شه، از جو کره مریخ زده بیرون و از جو زمین میزد بیرون، اگر که به همون اندازه اورست بلند بود. اما خدا زمین اینجوری ساخته که کوه سنگی میشه فرو میره تو زمین، زیرش اینقدر زور نداره، عجیبه. به اصطلاح گوشته زمین وقتی که کوه بلند باشه فرو میره، نمیتونه زیاد با تحمل کنه و این هم که از قدرت های الله است. پس آیه دیگه فرشناها هم یک معجزه قرآنه. حالا میرسیم به آیه سوم، اینا رو براتون توضیح دادم برای همین زیاد رد نمیشم. خب من گفتم حتما در این آیه، اون 47 که معجزه بود، 48 که معجزه بود و 49 و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، این حتما هم یک معجزه است. اما معجزه چیه؟ حالا بریم به دوباله داستان. آقا وقتی که بشر فهمید که کرم خودش نصف میشه، بعضی از موجودات آمیپی خودشون نصف میشن، زوج ندارن، به قولش که ملحدین دست قرآن کشف شد، دست قرآن رو شد، همون با همون میکروسکوپ بشر کشف کرد که اتم وجود داره. کشف کرد یا نکرد؟ یعنی ببینید اعجاز قرآن رو ببینید. حالا که کشف کرد، ما میایم سوال مطرح میکنیم که خدا گفت هر چیز ما زوج خلق کردیم، منظورش زوج فقط موجودات زنده نیست، سنگ هم زوجه. خب سنگ از چی درست شده؟ من جواب نمیدم، بیاید به خود دانشمندا جواب میدم. هر چیز دیگه از چی درست شده؟ صبر کنید اینو ببندم صفحه خودش بیارم. خب اتم چیه؟ ماده است. موجود زنده چی آقا؟ ماده است. اتم به فرانسوی نمیدونم چی، اتم کوچکترین ذره تشکیل دهنده ماده است و خواص مشابه آن ماده دارد. اتم، ببینید کوچکترین ذره تشکیل دهنده ماده چیه؟ چی آقا؟ اتم. یعنی چی؟ یعنی کل شیئی که خدا خلق کرده، خالق کل شیئی که میگه این کل شیئی خلقنا که میگه، ببین کل شیئی خلقنا که میفرماد، یعنی من دو میگن که من و شما هم از اتم ساخته شدیم. خب حالا اگه این اتم زوج باشه، حرف قرآن درست نیست؟ میگه هر چیز رو ما زوج آفریدیم. خب همین اتمی که همه ما ساخته شدیم زوجه. نگاه کنید دو فیلم بیارید دو فیلم تام فرمان فیلم بعدی که خلاص است.
ببینید هسته داره مثبت چی داره؟ بدونم نوترون الکترون داره، پروتون داره، یک منفی یک مثبت. هر اتمی که تو بدن ما هست به این شکله، حالا شکلهای مختلف داره اما ذره داره، مثبت و منفی داره. هیچ چیز نیست که مثبت و منفی نداشته باشه. خب آیا این همون میکروسکوپ کرمو کشف کرد؟ اتم هم کشف کرد دیگه. حالا به جواب بده، خدا نفرموده که فقط موجود زنده رو، فرموده هر چیز رو با ما خلق کردیم به صورت زوج. خب هر چیز چیه؟ یعنی از اتم تشکیل شده دیگه، زوج شد دیگه یا نیست؟ ها فرض کنید که آقا مثلا ما چجوری براتون بگم قوطی مثلا سیاه و سفید داشته باشیم، قوطی و سیاه و سفید، بگیم آقا ما زوج خلقش کردیم، یه میلیون هم باشه زوج شد دیگه، همه مفت چی باشه، سیاه و سفید با هم قرار بگیری یک ساختمان درست بشه، مثلا دارو عرض میکنم. خب پس زوج شد. حالا جالبه که تو بشر تا ما که کوچیک بودیم میگفتن اتم ذره کوچیک نمیدونم قابل تجزیه نیست، حالا فهمیدن که قابل تجزیه هم هست. از اتم میرسن به کوارک، کوارک از اتم کوچیک‌تره. شما رو خدا نگاه کنید، کوارک هم به صورت زوجه. ببینید هیچ چیز تنها نیست، خنثا و زوج داره، مثبت و منفی داره. این کوارک یعنی زیر چی؟ عرضم به حضور شما، زیر عرض کنم که زیر مجموعه اتم، ذرات بنیادی. پس آیا این معجزه نیست که خداوند قبل از اینکه اتم کشف بشه، حالا من میدونم که مولد که قبول نمیکنه، ولی حقیقت این است که خداوند دوباره آیه رو ببینید، آیه رو دوباره شما ببینید، الله میفرماد که نگاه کنید، و من کل شیء خلقنا، و من کل شیء خلقنا، از هر چیز ما خلق کردیم زوجین. نمیگه فقط موجود زنده، نمیگه فقط گیاه، نمیگه کرم، هر چیز از اتم درست شده. اتم هم مثبت منفی داره، زوجه. کوارک هم زوجه که به اصطلاح زیر اتمه. متوجه هستید؟ و این جواب است برای ملحدین که وقتی میکروسکوپ کشف شد کرم رو شما تونستید بفهمید، اتم هم دیدید دیگه، یا دروغ میگن یا جواب بدید. خب حالا بریم چند تا وقت اضافه رو از استفاده کنیم، از بینندگان خود حرفاشون رو به اصطلاح پخش کنیم. ولی این توجه کردید که این یک معجزه بیانی هم هست در قرآن، هر دوره قابل فهم است. دوره قبل مردم اینطور فهمیدن که موجود زنده منظور فقط موجود زنده است، چون با چشم خود پیغمبرم میدید که سنگ جفت نداره، و در دوره ما که میکروسکوپ کشف شد ما فهمیدیم که سنگ ها هم از جفت تشکیل شدن. خب ما در مورد ختنه گفته بودیم خیلی فواید داره. آقای جهان تیوی نمیدونم یا فیلم یا تلویزیونی است، میگه که آقا ختنه ضرر داره، عامل زود انزالی زنان، زود انزالی مردان است. همچنین چیزی رو ما تا نشنیده بودیم، شما فقط میخواید باید دلیل علمی میآوردی. آقای جواد یوسفی در مورد موضوع میفرماد که میگه امروز یک اتفاق جالب برام افتاد، یک سوال برام پیش اومد و اتفاقا یاد برنامه شما افتادم تا از خدا ناباوراست این سوال رو بپرسید. بپرس تا ما بپرسیم بیننده عزیز. یه خواب بود که چند سال بود که چند بار دیده بودم، اما امروز که خانه مشتری رفتم دقیقا همون جایی رو که تو خواب دیده بودم در واقعیت دیدم. البته من چند سال پیشم یک خواب دیدم، برادرم تصادف کرد و فوت کرده بود، من و خود به برادرم زیر تابوت را گرفتیم، داریم برادرم را حمل میکنیم. جالبش اینجاست که به مادرم که زنگ زدم انکار کرد که اتفاق افتاده و از این مخفی میکرد، یعنی مثل که ایشون مسافر بود و بودن مخفی کرده بودن تصادف برادرم رو، تا اینکه به گریه افتادم. بعد مادرم هم گریه شد، به گریه افتاد و واقعیت رو گفت که چه تصادف وحشتناکی کرده و خدا دوباره اون رو به ما داده. حتی گفته مادرم امید نداشت که زنده بمونه. دقیقا این خوابم است. حالا سوال اینجاست که اگر ما الکی به وجود اومدیم چرا تو خواب رویا میبینیم؟ اونم همه هم خیلی خوب موقع خوابای صادقانه. چرا انسان توسط رویا از آینده و بعضی از اخبار اطلاع پیدا میکنه؟ این رو باید ملحدین جواب بدن. اما جواب ما مسلمان ها این است که پیغمبر فرمود که نبوت از بین رفت، تموم شد، و بشارت خواب یعنی رویای صالح مؤمنین هست که انسان خودش میبینه یا درباره کسی میبینه یا درباره خودش میبینن، و خواب صالحین یک 46 نبوت هستش. البته خواب در مقابل سنت هیچ اهمیت نداره. مثلا یکی دیده بود که اومد تو به در یه شهری، اومد به مردم میگفتن آیا فردا رمضان است یا نیست، یا فردا عید است یا نیست. یکی اومد گفت من دیشب رسول الله رو به خواب دیدم که گفت که فردا عیده، دیگه روزه نگیریم 30. مفتی شهر گفت که آقا جان همون پیغمبری که در خواب به شما گفته در بیداری به دوستاش گفته که تا خودتون ندیدید قبول نکنید.
خواب تو رو قبول نداریم. منظور خواب در مقابل سنت، در مقابل قرآن ارزشی نداره، ولی به این صورت که شما فرمودید هست. من بر خودم هم اتفاق افتاده، حالا وقت داریم بگم، من وقتی که در ایران به داوطلبه به جنگ رفته بودم و چقدر پدر مادر خود اذیت کردم، اونم جنگ باطل، جنگ ایران عراق، باز وقتی برگشتم عکسای جنگ رو به اصطلاح اون جبهه رو نشون دادم، در یه عکسی من نمیدونم سرم چی شده بود، حالا یادم رفت، 40 چند سال گذشته، سرم رو بسته بودم با پارچه سفید، زخمی شده بود سر چیزی. وقتی که به پدر مادرم نشون دادم، اینا به هم تعجب هم دیگر نگاه کردن. من از تعجبشون تعجب کردم که مسئله چیه. مادر گفت که پدر یک شب در وسط نصف شب با وحشت از خواب بیدار شد، گفت فلانی یعنی من رو، میگه دیدم که در خواب دیدم که سرش پارچه سفید بسته. دقیقا همین حرف. پدر ما همین خوابای چیزو زیاد میدید، خوابای که درست در میومد. خداوند به بعضیا این رو داده که خواب میبینن، و ولی گفتم خواب سرد نمیشه. پس حرفتون درسته. مولد باید جواب بده. مولد که جواب میده، مولد از این بالاترش جواب نمیده. ثانی میفرماد که من در اروپا در بخش بپرستاری کار میکنم، باز در مورد ختنه کردن است. بسیاری از مردانی را دیدم که بیماری وحشتناک در بخش ناحیه تناسلی دارند، یعنی اگر ختنه میشدن بدون شک به چنین بیماری های مبتلا نمیشدن. در هنگام دور دیدن در دانشگاه استاد سوالی پرسید که آیا از چنین عملی راضی هستید، و من گفتم آره. یکی از دختران گفت آری، بسیار بهداشتی تر است از کسانی که ختنه نشده باشند. اما بعد از دیدن بیماری های مردان با خود گفتم باید هر روز برای چنین قانونی به سجده بیفتم. بله، اما دختر شاید شاهدی بوده، چرا که اونا تجربه دارن اونجا که آزادی عمل جنسی است، حتما چندین مرد رو دیده، ختنه شده و ناختنه شده رو دیده و شهادت داده. عرض به حضور شما که شما میگی برای این باید سجده کنم، برای هرچی باید سجده کنی، برای وضو، مثلا این وضو میدونی چقدر فایده داره؟ خود برنده که در ایران بودم که پامو نمیشستم، وقتی بر مذهب شیعه بودم همیشه پام میسوخت، همیشه میسوخت. یه روزی در وقتی که سنی شدم در خارج از کشور در پاکستان بودم، یه دفعه یادم اومد که چرا پام نمیسوزه. درسته که حالا اونجا کفشای راحتی بیشتر میپوشیدیم، ولی با این وجود اصلا سوزش پا از بین رفته بود. این به خاطر شستن پاست 5 بار در روز. میدونید مسلمانایی که وضو میگیرن آب مروارید نمیگیرن چشمشون، یعنی همین وضو رو تو ببینی 1000 فایده است. همین دماغت که پاک میکنی کرونا نمیگیری، بس که ما نگرفتیم الحمدلله. حالا نه اینکه هر کس گرفته باشه از من چیز دیگر رعایت نکرده، دماغش پاک نکرده، ولی منظورم این است که این یکی از دلایل. خب پس اینه دیگه. جالبه که اون ملحدی که اون آقایی که نوشته ختنه وایس زود انزالی است، دلیلم نمیاره. ما 3 تا دلیل برش آوردیم. مثلا ایدز که چگونه همین خاطر ختنه کنی از ایدز نجات پیدا میکنی 90%، یعنی اینم نمیبینه. بعضی از این ملحدین ما از ملحدین اروپایی بدترن. خدا یادم میاد وقتی کمونیست صحبت کرده بود، یک بلوچی، حالا بلوچی ناراحت نشد، بلوچ پاکستانی بود، نوشته بود که گفته مارکسیسم لنینیسم از بین رفته، مارکسیسم لنینیسم هست همیشه هست. بابا خود شوروی از بین رفته، خود چین از بین رفته، این آقای بلوچ ما بلوچ پاکستانی بود، ول نمیکنه. که نمیشه شما ملحدین از ملحدای اروپا ملحدتر باشین. آقا بده. آقای یا خانم ایمان دیگه خانم میشه، باید به درک فهم ناباوران خندید. واقعا با مثال دیگه شما باید بعد از یک روز تقریبا سخت و سردرد از تای دل خندیدم. اشاره ایشون به اون مثال است که ما گفتیم اگر ما خود به خود به وجود آمده باشه چرا اینقدر سر زمین تاثیر داره، و گفتیم مثالش این است که یعنی کم دور بشه زمین از بین میره، کم نزدیک بشه زمین از بین میره، کوچیک باشه از بین میره، بزرگ باشه از بین میره، زاویش کج باشه از بین میره، همه چیزش برابره. گفتیم مثل این میمونه که ما دیگه بذاریم سر اجاق گاز، باز اجاق گازم پرواز کنه دور خودش بچرخه، دیگم پرواز کنه دور خودش بچرخه و باز غذا بپزه، نه بسوزه نه خام بمونه. چه این چیز ممکنه دیگه؟ مولد که جواب نمیده. پس ما و شما به اینا بخندیم، مولد جوابش اینه. اینا حرف آخر آقای رضای ملکی میگه چرا چرت میگی؟ با جواب پی کجا چرت بود؟ عجب بدبخت. یکی دیگه هم هست که نمیدونم این طرفدار ما هست امین یا مخالف ماست، چرا که ما رو به یاد مناظره آقای سلیمانی میندازه. میگه چرا کامنت ها رو پاک میکنید؟ مناظره حضرت عالی رو با آقای سلیمانی دیدیم که فقط سفسطه و مغلطه میکردیم، جواب درستی نداشتید، حالا چگونه حرفای شما رو قبول کنیم؟ این که گفتم طرفدار ماست برای این است که این بیچاره سلیمانی رو به یاد مناظره میندازه. مناظرهش تو چی هست؟ تو اینترنت هست، هر کس میخواد بره ببینه. این شیعه از اینا عاقل‌ترن. شیعه مثلا یکی میاد میگه علی خداست، بقیه شیعه نمیان بهش اعتراض نمیکنن که چرا گفتی،
نمیگن که چون اگه بگن بدتر میشه. اون میگه حدیثا رو میاره از نمیدونم کافی شریف و دیگه، لذا ساکت میشینن. حالا این سلیمانی بدبخت باخته، تو دیگه چرا این روز به یادش میاری؟ دو سال گذشته از این مناظره، ولی چرا ما کامنت ها رو پاک کردیم؟ جالبه که مناظره ما این بود که اون ادعا میکرد که حضرت پیامبر به مخالفین خودش فحش داده، ما ثابت کردیم که نداده، دروغش هم که هست. باز زیر کامنت ها این که فحش داده بودن که بینندگان اینطور به ما اعتراض کردن که ما مجبور شدیم کامنت ها رو ببندیم به خاطر فحش. اینطوری هم مولدین فحش های اختراع میکنن که ما تو این عمره 67 ساله خود نشنیدیم. طبعا دیگه اونو مجبور شدیم ببندیم، ولی اصل مناظره هست. خب فکر کنم که دیگه آقای عباسی هم حرف جالبی زدن، میگه میدونید از این جالبتر چیه در مورد امامزاده تیا؟ پیروان امامزاده تیا که وجود خدا را انکار میکنن میگوین از نظر علمی نمیشه وجود خدا را اثبات کرد. آیا خب جمله جالبی است، با دلایل علمی میتوانند ثابت کنند که از برخورد دو شی پدیده حیات بخش به وجود بیاورند؟ آقای عباسی منتظر باش که ترورت کنن اگر قدرت داشته باشن. اگر قدرت نداشته باشه میگه عقب مانده هستی، بدبخت هستی، فلان هستی. اما اگر قدرت داشته باشه، دولت در دست خودش باشه، مثل ماو که 50 میلیون کشت، مثل استالین که 60 میلیون کشت، یعنی نسبت به اگر نسبت به ماو استالین آقای خامنه‌ای قدیسه. باور کنید 50-60 میلیون انسانو کشته، اونم به چه طرزای وحشتناکی. الله پاک ما به شما هدایت بیشتر بده و این ملحدین هم به راه راست هدایت کنه. دنیا کوتاه است، انسان میمیره، کم عقل داشته باشید یا جواب بدید. از روز قیامت همینایی که من گفتم حجت میشه بر علیه شما و میفتی در جهنم. چرا آخه آدم بیفته تو جهنم؟ باز مگه دستورای ما بده؟ آقا میگه ختنه کن، میگه وضو بگیر، کدومش بده؟ الله حافظ و نگهدار همه شما. أشهد أن محمداً